امروز قصد داریم در مورد تأثیرات تمرین بالا نگه داشتن پا بر روی سلامتی صحبت کنیم. این تمرین ساده اما تأثیرگذار اغلب در ورزش یوگا هم استفاده میشه و مشکلات سلامتی متعددی رو تحت تأثیر قرار میده. انجام منظم چنین فعالیت‌های بدنی میتونه باعث تقویت بدن و پیشگیری از بیماری‌ها بشه. برای این ورزش به هیچ تجهیزات یا لباس ورزشی خاصی نیاز نداریم و فقط یک دیوار کافیه. اگه این تمرین رو در روتین روزانه خودتون قرار بدید و اون رو صبح‌ها یا شب‌ها انجام بدید، میتونه تأثیر فوق‌العاده‌ای روی سلامت جسمی و روحی شما داشته باشه. به خصوص برای خستگی و درد پا بسیار مؤثر و مفیده. برای انجام صحیح و درست تمرین بالا نگه داشتن پا، روی زمین دراز بکشید و پاها رو به صورت مستقیم بالا ببرید تا با بدنتون یه زاویه 90 درجه تشکیل بدید. زانوها، سر و بدنتون رو صاف نگه دارید، دستها رو کنار بدن دراز کنید و اگه لازم بود حتی میتونید یه بالش کوچیک زیر اونها قرار بدید. مطمئن باشید که احساس راحتی میکنید، آروم نفس بکشید تا تنش ماهیچه‌ای رو کاهش بدید. حدود 20 دقیقه در همین حالت باقی بمانید و در صورت تمایل زمان رو کمتر کنید. در پایان تمرین آروم زانوها رو خم کنید، نفس عمیق بکشید و به آرامی بلند بشید. و حالا 12 فایده انجام این حرکت ورزشی رو با هم مرور می کنیم. شماره 1، بازگرداندن تحرکات روده. بالا بردن پاها به طور قابل توجهی باعث بهبود تحرکات روده میشه. این تمرین باعث بهبود گردش جریان خون در دستگاه گوارش میشه و باعث میشه تا روده ها عملکرد بهتر و موثرتری داشته باشن. گوارش غذا راحت‌تر و بهتر اتفاق می‌افته و مواد مغذی راحت‌تر جذب می‌شن و فرد عمل دفع بهتری رو خواهد داشت. در نتیجه باعث کمتر شدن مشکلات یبوستی و رفع نیاز به انواع ملین‌ها میشه. حرکات منظم‌تر و نرم‌تر روده باعث افزایش اشتها میشه. به طور کلی این تمرین باعث بهبود عملکرد سیستم گوارشی فرد خواهد شد. شماره 2، از بین رفتن سندروم ورم. بالا بردن پاها صرف نظر از علت باعث کاهش ورم پاها میشه. به خاطر تأثیر گرانش زمین، مایع اضافی بدن مثل سیستم زهکشی عمل میکنه و بین بافتهای مختلف بدن توزیع میشه. از عوامل مختلف ورم میشه به بیماری های قلبی عروقی یا بیماری های کلیوی، بیماری واریس، مصرف داروهای خاص، سبک زندگی بدون تحرک، اضافه وزن و اختلال سیستم لنفاوی اشاره کرد. پزشکان معتقدند تمرین بالا نگه داشتن پا باعث کاهش این ورم میشه و چرخش خون رو در پاها بهبود میبخشه. اغلب ورم پاها بعد از یک روز کاری سخت اتفاقی طبیعیه و انجام این تمرین میتونه باعث کاهش خستگی بشه. شماره 3، تسکین احساس سنگینی در پاها. این تمرین ورزشی برای افرادی که مدت زیادی در روز رو سر پا هستند ضروریه. بالا نگه داشتن پاها به مدت 20 دقیقه روشی مؤثر برای کاهش تنش و ورم بعد از یک روز کاری سخته. در این روزها بار روی پاها به شدت سنگین میشه، پس تغییر موقعیت اونها به رفع چنین علائمی کمک میکنه. شماره 4، عادی سازی جریان خون. بالا بردن پاها به صورت عمودی به کاهش سنگینی قلب هم کمک میکنه. روزانه قلب مقدار زیادی خون رو پمپاژ میکنه و سالهای زیادی این وظیفه رو به خوبی انجام میده. با این حال عوامل خارجی مثل اضافه وزن، عادتهای غیر سالم مثل مصرف دخانیات و نوشیدن الکل، استعداد ژنتیکی بالا در بیماریهای قلبی و بار استاتیکی طولانی مدت میتونه عملکردش رو مختل کنه. انجام تمرین بالا نگه داشتن پاها به صورت منظم اشباع اکسیژن در بافت‌های بدن و سلول‌ها را افزایش می‌ده. این تمرین برای افرادی با بیماری‌های عروقی، فشار خون بالا و افرادی که ورم شبانه را تجربه می‌کنند مفیده. 5، تسکین تنش عصبی. انجام این ورزش به تنفس عمیق و آرامش اعصاب کمک می‌کنه و در نتیجه باعث تسکین درد و سنگینی در پاها می‌شه. به طور ذاتی سلامت فیزیکی به آرامش روان بستگی داره. تمرین مکرر و منظم این ورزش باعث کاهش استرس و در نتیجه یک هماهنگی درونی میشه. منفعت شماره 6، تسکین درد کمره. این مشکل افراد زیادی رو در سنین مختلف درگیر کرده.
از دلایل مختلف میشه به پوکی استخوان، بیماری مفاصل التهابی، فتح ستون فقرات و انحنای ستون فقرات اشاره کرد. کمردرد به طور قابل توجهی فعالیت‌های روزانه فرد رو کاهش میده. در موارد علائم ناگهانی، مشورت فوری با پزشک ضروریه. اگر شما از علل احتمالی درد کمرتون اطلاع دارید و این یک مسئله ثابته، انجام تمرین بالا نگه داشتن پاها میتونه به تسکین اون کمک کنه. برای راحتی بیشتر میتونید یک بالش استوانه شکل زیر کمرتون بذارید تا باعث کاهش فشار اسکلتی بشه. منفعت هفتم، بهبود خوابه. تمرین بالا نگه داشتن پا شباهت زیادی به مدیتیشن داره. این ورزش باعث آرامش اعصاب، احساس سبکی، تنفس عمیق و احساس آرامش میشه که باعث افزایش کیفیت خواب و آسان‌تر کردن فرایند خوابیدنه. جریان خون رو بهبود میبخشه و عملکرد ارگان‌های بدن رو بهتر میکنه. تسکین درد و ورم باعث آرامش روحی روانی میشه. منفعت هشتم، کاهش درد قاعدگی. این ورزش میتونه دردهای قاعدگی شدید رو در زنان تسکین بده، چون باعث آرامش عضلانی و کاهش تنش میشه. در نتیجه اسپاسم‌های عضلانی و دردهای ناگهانی رو کاهش میده. در برخی موارد این تمرین میتونه جایگزین داروهای مسکن و ضد درد بشه و با کاهش ناراحتی‌های قاعدگی نیاز به دارو رو کاهش بده. این تمرین ساده و آروم نیاز به تحرک شدید نداره، بنابراین برای دوران قاعدگی کاملا مناسبه. اثر بخشی اون در کاهش درد قاعدگی میتونه غافلگیر کننده باشه و یک رویکرد طبیعی برای مدیریت دردها و علائم این دورانه. منفعت نهم، تقویت فرایندهای متابولیک. گردش خون مناسب در طول ورزش بالا نگه داشتن پاها چرخه حیاتی تمام سلول‌ها را افزایش میده و باعث تقویت بازسازی و بهبود سلول‌های آسیب دیده میشه. در نتیجه برای افرادی که در حال گذراندن دوره نقاهت عمل جراحی واریز هستند هم مفیده. قبل از شروع با یک دکتر مشورت کنید. در این ورزش با اضافه کردن تمریناتی مثل بازو پسته کردن پا میتونید عضلات پا رو هم تقویت کنید، چون شبیه به یک ورزش معمولیه و عملکرد ماهیچه ها رو بهتر میکنه. شماره 10، روشی برای پیشگیری از هموروید یا بواسیر. بلند کردن پاها روشی مؤثر برای جلوگیری از ابتلا به هموروئیده. این وضعیت معمولاً به خاطر وجود خون راکت در عروق هموروئیدی اتفاق میافته که میتونه در نتیجه نشستن طولانی مدت یا بلند کردن اجسام سنگین باشه. این تمرین باعث بهبود گردش خون و جلوگیری از راکت شدن خون میشه. در صورت ابتلا به هموروئید، این تمرین میتونه با بهبود گردش خون و کاهش فشار بر روی عروق به تسکین علائمش کمک کنه. شماره 11، بهبود خون رسانی به اندامهای لگن. بالا بردن پاها باعث بهبود مایکرو سیرکولیشن در قسمت لگن میشه. در نتیجه باعث گردش خون بهتر به ارگانها و ماهیچه های این قسمت میشه و ماهیچه های عضلانی رو شل میکنه و درد رو کاهش میده. برای تأثیر بهتر توصیه میشه در طول تمرین یک استوانه زیر کمر خودتون قرار بدید. این متد به طور مؤثر باعث کاهش درد و ناراحتی در ناحیه لگن میشه. شماره 12، کشش ماهیچه های همسترینگ. این ورزش به کشش ماهیچه های همسترینگ کمک میکنه و برای قسمت پایینی کمر بسیار مفیده. با نزدیکتر شدن به دیوار کشش ماهیچه های همسترینگ تشدید میشه. با این حال باید مراقب باشید تا از کشش بیش از حد یا آسیب به این ناحیه خودداری کنید. کشش مناسب ماهیچه های همسترینگ میتونه باعث کاهش درد در قسمت پایینی کمر بشه. با دوستان و خانواده در مورد فواید بالا نگه داشتن پاها صحبت کنید، مخصوصا اگر اونها به همچین درمانی نیاز دارن. این ورزش نیاز به زمان یا زحمت زیادی نداره. پس برای افرادی که نمیتونن مدام ورزش و شنا کنن یا بدوند گزینه ایدئالیه. تنها 20 دقیقه تمرین قبل از خواب میتونه خواب سبک و آرامش بخشی رو براتون به ارمغان بیاره. برای لذت بیشتر حین تمرین میتونید کتاب بخونید، تلویزیون تماشا کنید یا به موسیقی مورد علاقتون گوش کنید، چون میتونه روی سیستم عصبی و احساسی شما تأثیر مثبت بذاره. در صورت وجود هر گونه مشکل پزشکی قبل از انجام این تمرین با دکتر مشورت کنید. از بالا نگه داشتن پاها به مدت طولانی خودداری کنید، چون باعث کاهش جریان خون به پاها میشه.
حداکثر زمان توصیه شده برای این ورزش 20 دقیقه است. در بخش نظرات حتما بهمون بگید آیا از این تمرین خوشتون اومده و چه تأثیری روی سلامتی شما داشته؟